اما لواط نشان خامنه ای، اینم لواط نشان از کی دقیقه 35 و 45 امروز یه 44 دقیقه صحبت کرده، ما 9 دقیقه از صحبتاش رو در مورد غزه میخوایم گوش کنیم که یه اعتراف بزرگی میکنه و در این اعتراف میگه که به غزه در آخر اسرائیل میتونه تا 30 سال دیگه بمونه و 30 سال دیگه هم هست. چون قبلا 15 سال پیش گفته بود اسرائیل 25 سال آینده رو نمیبینه، که اینو گفت 15 سال، 10 سال پیش، 15 سال پیش، الان تازه داره میگه 30 سال دیگه هم میمونه. 30 سال دیگه میرسه میگه 50 سال دیگه هم میمونه. مسئله غزه امروز مسئله اول دنیاست. باش. این در سطح بین المللی هر کارم که میکنن صهیونیستا و پشتیبانان آمریکاییشون و اروپاییشون که مسئله غزه رو از دستور کار افکار عمومی دنیا خارج کنن نمیتونن. خب نگاه کنید به این دانشگاه‌های آمریکا، هر روز، امروز باز تو خبرها میخوندم چند تا دانشگاه دیگه اضافه شدن. اگه پر روه تو دانشگاه خودت صبح تا شب مردم میگه اخبار میکنم، تو دانشگاه خودت مردم شعار مرگ بر خامنه‌ای که چرت کنم، نه اینوری نه اونوری، مهمترین دانشگاه ایران دانشگاه صنعتی شریف که دیگه علمی ترین دانشگاه ایران، جوانای مردم عورتشون رو بهت حواله کردن، بعد تو الان آمار دانشگاه آمریکا رو میگیری؟ عجب. در استرالیا، در اروپا، کشورهای مختلف اروپایی، یعنی ملت‌ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه. چقدر شما تأثیر گذارید واقعا، یعنی تو همین مسئله که غزه حالا شده بحث اول دنیا، چقدر جمهوری اسلامی تأثیر گذار بوده؟ عزیزم تو همین بحث هم که شما پشم بازی بودید که رسانه الجزیره قطر خودش رو پاره کرده و در کنارش آفریقا رفته اسرائیل رو شکایت کرده و کشورهای دیگه بازی مانوری تو این بحثی که اسرائیل رو در عرصه بین الملل تحت فشار قرار بدن، اینایی هم که تو خیابونای اروپا و آمریکا میریزن شعارهای ضد اسرائیلی میدن که توی حکومت آخوندی پشمشونه، یعنی یا با نگاه چپگرایی میکنن که تو تمام این چپا رو تو دهه 60 زدی اعدام کردی، یا با نگاهی اسلام سنی وهابی میکنن که تو با داعش و با جرت وهابی یا بمانند سنی الان در سیستان بلوچستان هم که کجی اینا رو محدود کردی، یعنی سرش به تو نمیخوره، تو هیچ کاری نکردی، یا اینایی هم که تو فضای جهانی ربطی به تو نداره. من نمیفهمم. فشار روی رژیم صهیونیستی روز به روز افزایش پیدا کنه. خب پیدا کنه. از نابودی اسرائیل رسیدن به این که ما مثلا با این داستانه که ما هم کاری نکردیم ولی در حوزه بین الملل فشار روی اسرائیل میاد. اوکی دمت هم گرم. شما چی کار کردی؟ یه نکته ای وجود دارد که خوبه مورد توجه قرار بگیره. خب امروز همه دنیا دارن میبینن رفتار رژیم صهیونیستی رو. اولی رفتار تو رو با نیکا شاکرمی و با جوانای مردم دنیا نمیبینن، اونجا که برای خودشون میشه میگن دنیا اصلا مهم نیستش، الان برای اسرائیل شده میگه دنیا داره میبینه. عجب. استانداردهای دوگانه ای دارن اینا. 30,000 کشته در ظرف، آره صداش تا من می‌خواستم بگم صداش هی داره داغون و داغون‌تر میشه، یعنی من البته به اوایل سال گذشته بود برای خرداد ماه 402 بود گفتم این احتمالاً نوروز 403 رو نبینه، خب حالا به هر حال ما به آینده پج، ولی صدا رو شما نگاه کنید، یعنی واقعا این صدا هر لحظه صدای مرگه، خود صدای انقدر خسته، انقدر مریض، صدای مر، این صدای خامنه ای برای 2-3 سال پیش نیست. قبل از اتفاق مهسا امینی شما سخنرانی های خامنه ای رو گوش کنید، به جز اون سخنرانی هایی که چند تایی رو بابت کرونا ماسک گذاشته بود که اون به خاطر ماسک بود، ما بقیه سخنرانی هاشون رو شما گوش کنید قبل از اتفاق مهسا و الان گوش کنید، واقعا این صدا داغونه، یعنی اصلا عجیب غریب به نظر من صداش داره به خاک میره. شش ماه که از میان اینها اقلا نصفشون زنان و کودکانن، این چیز
کمی نیست. تو نیکا رو ندیدی، سارینا رو ندیدی، مهسا رو ندیدی، این همه دخترای دم بختی که زدی کشتی رو ندیدی، این همه زنان دنیا موهاشون رو قیچی کردن در پارلمان اروپا رو ندیدی، بعد الان برای غزه رو داری میبینی. خیلی باحالید شما. کوچکی نیست اینقدر بیرحمی. آره جنس ناب زده آقا، صداش دورگه شده، صداش دورگه شده. اینقدر وحشیگری، این سگه هار به جان کودکان فلسطینی و مریض ها و پیران و زنان و اینا بیفته. خب این یکی از چیزاییست که موضع همیشگی جمهوری اسلامی رو برای مردم دنیا ثابت کرد. صهیونیستی نابود باید گردد، رژیم صهیونیستی نابود باید گردد. چیش به شما خواهد گردد؟ چیش به شما میرسه واقعا؟ همش آقا شما شده یه شعاری بدید که مثلا دانشگاه ها تأسیس افتتاح باید گردد، کارخانه ها تأسیس باید گردد، بیابان ها آباد باید گردد. اصلا نه، چرا همیشه چیزاتون نابود باید گردد؟ اصلا توی کلن سازمان فکریتون، ادبیاتتون در جایی سازندگی و ساختن و درست کردن و بار مثبت اصلا وجود دارد؟ اصلا اسرائیل نابود گردد، فردا نابود شد، چه چیزی در ایران تغییر خواهد کرد؟ این خیلی سوال مهمیه. اصلا ما فردا بلند میشیم اسرائیلی وجود ندارد، شما همون خری بودی که هستی. والا این موضع همیشگی جمهوری اسلامی ایران حقانیتی ثابت شد. چرا؟ ده ها سال است که در جمهوری اسلامی میگن مرگ بر رژیم صهیونیستی. چرا؟ بله ده ها ساله که 45 ساله پشم اسرائیل هم نخوردید در عمل دیگه. بله 45 سال هنوز یک سرباز اسرائیلی به دست یک سرباز شیعه جمهوری اسلامی کشته نشده، ولی برعکسش کلی دانشمند هسته‌ای و مقامات و فرماندهان سپاه توسط اسرائیل پوچ شدن. این خواستم بهتون بگم. ده ها ساله تو میگی مرگ بر اسرائیل، ولی اون تو میگی مرگ بر اسرائیل، اما دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان نظامی تو اینا توسط اسرائیل میافتن زمین. حکایت اینه که من افتادم تو مردی. آره. این ثابت شد، من به همه دنیا نشون داده شد که حق با جمهوری اسلامی است، حق با ملت ایران است. ذات شریر و خبیث خودش رو در این چه آقا الان که یه چهار تا دانشمند جنبه ندارید. تا دیروز میگفتن دنیا مهم نیست و دنیا مخشویی شدن و سر همین جنبش سبز بگی، منتهیلای جنبش سبز و منتهیلای زن زندگی آزادی تو دانشگاه‌های دنیا که به هر حال راه میدادن مخالفین جمهوری اسلامی رو و تظاهرات های بزرگی در برلین و در استراسبورگ فرانسه و در اسلو بلژیک، اسلو نبخشید، در بروکسل بلژیک و همه اینا برگزار شد، حضرات میگفتن این توطئه است، ولا قبول نمیکردن. الان چهار تا دانشجوی عقب افتاده چپگرام حتی نیستن، چهار تا دانشجوی واقعا دوزاری در آمریکا اومدن ضد اسرائیل. آقا ببینید دنیا دنیاش گرفته، بره پدر سوخته، الان دنیا شناس شده، دنیا دنیا هست، دنیا اصلا این دنیا دنیا میگی ایراد نداره، الان بگو حالشو ببر، ولی الان بر سر نیکا شاکرمی و فلان و بهمان همین دنیا فردا یه دفعه کنفرانس بذارن تو همین دانشگاه ها، دانشجو علی تو میام موزه گیری کنن، اون موقع هم خواستم فقط یادت باشه که الان که جیک جیک مستانته فردا فکر زمستانت باشه. آره الان که خیلی دنیا دنیا میکنی فردا حواست باشه همین دنیا یه دفعه دیدی تظاهرات علی جمهوری اسلامی بود، دوباره مجبور میشی یه چیز دیگه بگی. آره. جمعه جمهوری اسلامی ثابت شد. یک نقطه بعدی رفتار آمریکاست. شما ملاحظه کنید آمریکایی ها و دستگاه های مرتبط با اونها با مخالفت زبانی با اسرائیل چه معاملی دارن انجام میدن. دانشجویان دانشگاه آمریکا نه تخریب کردن، نه شعار تخریب دادن، نه کسی رو کشتن.
خب تو جنبش سبز که عموما این جنبش سکوت بود، مگه کسی تخریبی کرد؟ تو از همون اول زدی بچه ها رو به خاک و خون کشیدی؟ مگه دانشجوهای ما که میان و تظاهرات میکنن تو دانشگاه هنر، مگه حتی یک شیشه شکوندن؟ نه نه، شکسته شد، درسته، توسط بسیج دانشجویی. مگه الان در دانشگاه ایران مردم چیزی رو میشکنن؟ مگه الان دارن چیزی رو تخریب میکنن که شما اینجوری باهاشون ستاره دارشون میکنی؟ تو چقدر آقا حروم لقمه ای؟ صد میزان این حروم لقمه گردیتون دمتون گرم. واقعا شیعه علی دیوسی، به راستی شما پیرو به علی دیوسی، به راستی حسین جاکش باید سمبل دینتون باشه. ببخشید از این عبارات استفاده کردم و اینجا دیگه جا داشت که تو برگردی آمریکا رو با جزئیات ببینی بعد به خاک و خون کشیدن دختر پسرای ما رو تو دانشگاه ها رو نبینی. این چه جوری میشه آخه؟ نیزه رو تو چشم خودش نمیبینه، خار رو در چشم کی؟ آمریکایی که 10,000 کیلومتر ورتره میبینه. عجب. نه جایی رو آتش زدم، نه شیشه ای رو شکستم. شیشه ای رو شکستم، شیشه میگه خیلی یه جوری میشه، شیشه رو شکستن. آره بس شیشه، شیشه ها رو ده فکر این وقتی شیشه ها الان میکنی که میخوای بکشی، شیشه نکشی آقا. تو همینجوریش تو توهم میگرمتون، شما بچه شیعه همینجوریش تو آسمونید. یه وقت شیشه میشه و مشروب اینا نخورید. واقعا یه تنها حرف درست اسلام این بود که به خصوص برای این مؤمنین و اینا اومد مشروب و مثلا حروم کرد، چون شما نخورده مستید، همش تو فضایید. آره خوبه، شیشه رو مثلا منظور همه شیشه که باشه که میزنید میشکنی، از اونایی که میکشی رو نگیری. یه وقتی داره باشون رفتار میشه. مگ 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 این چیزه بود، اردکه داشت رد میشد، یه پوفیوزه بسیجی پاش میره رو پای این اردکه، اردکه میگه مگ مگ، اینا میگن آمریکا. مگ مگ امریکا، خاک تو سرتون کن با این سن و سالتون. برام جمع شدید دور هم دیگه، پیرن اینو نگاه کن رو شلوارشه، خاک تو سر. تیشرتو میندازن رو شلوار، حیوان. من نه پیرن اسپورت، نه پیرن چارخونه یا راه راه با اون شکل. مگ مگ امریکا، اصلا مرگ بر آمریکا. چیش به شما میرسه؟ شما همون شیپوشی، اصلا آمریکا نابود، اسرائیل نابود، فردای نابودیشون شما همون شیپوشی بودید که هستید. همتون همچنان دهانتون بو میده، زیر بغلاتون رو نزدید، ریشاتون آنکات نشده، زناتون هم که سکسی بیل، بعدم که چشم دیدن همدیگر رو ندارید، مجبورید برید با باجناقاتون به جای خانماتون بخوابید. همونی بودید که هستید. این رفتار آمریکایی‌ها هم حقانیت موضع جمهوری اسلامی رو در بدبینی به آمریکا نشان داد. یعنی در واقع شد پشتوانه همین مرگ بر آمریکایی که شما میگید، نشون داد به همه که آمریکا شریک جرم است، شریک جرمه. یه حرفی هم ممکنه یه وقتی بزنن با امان مثلا دلسوزی فلان، دروغه. واردان مرسی عزیزم. خلاف واقع، اون چه که انسان مشاهده میکنه در عمل نشون دهنده همراهی و همدستی آمریکا در این جرم بزرگ، در این گناه چه گناه بزرگ؟ من نفهمیدم چی شد. یعنی اینکه حماس بره 1400 نفر رو توی 5 ساعت بکشه، بعد اسرائیل بخواد که این پدیده خطرناک رو پاکسازی کنه، ورود کنه به غزه، بعد نام این جنایت بزرگه، نام این در حقیقت وحشیگری بزرگه. و من واقعا نمیفهمم. چون حالا اینکه خامنه ای یه زری میزنه در عرصه بین الملل، سخنانی شبیه به اینو ما داریم میشنویم، در سازمان ملل داریم میشنویم، در شورای امنیت داریم میشنویم، اینجا پشمام ریخته. ما تو چه جهانی زندگی میکنیم که از روز 7 اکتبر تا الان سازمان های بین المللی حمله شون به اسرائیل کاری به حماس جنایتکار ندارن؟ اینجا یه چیزی چیزت به نظر من سر جاش نیست. یعنی اینجاست که ما میگیم یک توطئه بین المللی برای حفظ اسلام در خاورمیانه وجود داره. اینا میخوان اسلام، پدیده اسلام در خاورمیانه، گروهک های تروریستی اسلامی در خاورمیانه بمونه. حالا آمریکا برای ما ادای تنگا رو در میاره، امروز هم بلینکن زر زده که آقا نرید یه وقتی توی چیزا، توی رفح. فرق خان یونس با رفح چیه؟
اینو به من بگو، چطور سر خان یونس انقدر خودتونو پاره نکردید؟ بعد الان برای ما بهانه حقوق بشری میگیرن که آقا 1 میلیون. خب 1 میلیون رو جابجا میکنه. این دلغک بازیای آمریکا به نظر من صرفا بابت اینه که حماس رو حفظ کنن، ولو ضعیف شده. من نمیدونم سیاستشون چیه، ولی بند دوزاریم داریم میفته. فارغ از اینکه یک سری واقعیت‌های اجتماعی داره غرب که بدنه یا چپگراها و اسلامیستا میتونن خیابون‌های پاریس رو مثلا برهم بزنن و آقای مکرون مجبور یک سری موضع‌های ویترینی بگیره، ولی من احساس میکنم در کنار این قضیه یک اهدافی هم اینا دارن برای حفظ اسلام در خاورمیانه، که ما همچنان با این اسلام در خاورمیانه نتونیم به سمت توسعه بریم. عدم توسعه یافتگی غرب آسیا وجود اسلام کثیفه، وجود اسلام کثیفه. و هر زمانی هم که فرصتی داره پیش میاد که شاید بشه بدنه ای از این اسلام رو در حقیقت پاکسازی کرد از منطقه، شما میبینی غربیا دارن میان و چه کارهایی میکنن. جلوی اسرائیل گرفته که حماس رو نابود نکنه. من به نظرم این حمله صرفا بحث یهود ستیزی، شاید من دارم همه رو گزینه ها رو میارم به قول سوئدیا بلند بلند فکر میکنم، من به نظرم صرفا یهودی ستیزی و یا اینجور بحثایی که به مانند واقعیت های اجتماعی در غرب بابت بالاخره تراکم جمعیتی از چپگرها و اسلامیستا که میتوانن خیابان های اروپا رو به آتش بکشن نیست. من به نظرم یه مقدار فراتر از اینم هست، یعنی دلایل دیگرم در کنار این دلایلی که برشمردم باعث شده که اینا اینجوری موضع بگن. اون دلایل یک بخشش بابت اینه که دلشون نمیخواد جهان غرب آسیا به سمت توسعه بره و با اسلام میخوان ما رو در یک عقب افتادگی و عقب ماندگی تاریخی، کشور سوریه، لبنان، ایران و کشورهای منطقه رو در یک عقب افتادگی و عقب ماندگی تاریخی محصور بکنن. به نظر من چون اینا نگاه کنی هر وقت ما میخوایم یه اسلام رو بزنیم، اینا یه چیزی در میارن، یه دفاعی از اسلام بشه. یه دفعه مثلا میگم یه بحثی رو مطرح کنم، یه دفعه میگم فلان دانشگاه آمریکایی اومد مطرح کرد که آقا چرا طلا نباید مرد بندازه، این طلایی که مرد میندازه این گلبول قرمز مرد رو میکشد و این مرد که گلبول قرمزش میکشته میشه، ببخشید پوزش میخوام، این در حقیقت آب معنیش در حقیقت مشکل میخوره. حالا فیلمای پورنوشون رو نگاه میکنی، تمام این مردای فیلمای پورنو طلای چند کیلویی انداخته گردنش، صبح تا شب هم داره سکس میکنه، گلبول قرمزش که چه عرض کنم، گلبول سفید و صورتی و گلبولای دیگه رنگای دیگه اش هم همینجوری با هم دیگه میپاشه. ولی اصلا به چیزی که میرسه میخوان اسلام رو توجیه کنه. ببین اسلام کی تشخیص داد طلا رو حرام کرده؟ برای که اسلام از نظر علمی بررسی کردن، بعد فهمیدن که این گلبول قرمز مرد مثلا چیز میشه توی این آب معنیش مثلا کشته شده و این مرد نازا میشه. بعد مثلا میبینی هنرپیشه‌های پورن و غیره و اینا مردای اروپایی و مردای آمریکایی طلا انداختن چند کیلویی تو گردنشون، خیلی راحت هم بچه دار میشن. یعنی آدم واقعا اصلا پشماش میریزه. مزخرفات اسلام هم در یک جا تلاش میکنن علمی بکنن تو پاچمون. من الان تو داستان جنگ غزه داره یه سری چیزا دوزاری میفته. نتانیاهو رو رسما دارن، به خود نتانیاهو هم بیچاره میگه رسما یقشو گرفتن، میگن آقا تا اینجا ما بهت اجازه میدادیم بیای، نه اجازه بهت نمیدیم حماس رو نابود کنی. اسرائیل قطعا توانایی که چرت کنم حماس اصلا میتونه نابود کنه، 10 برابر میتونه نابود کنه، اجازه بهش نمیدن. باور نکردنیه. و البته اسرائیل نباید کوتا بیاد، بس موجودیتشه شوخی نیست، باید حماس رو نابود کنه. بخشودنی با رژیم صهیونیستی است، اینا شریک جرم هم. چطور میشه نسبت به یک چنین نظامی، نسبت به چنین رژیمی انسان خوشبین باشه؟ چطور ممکنه؟ یا به حرف او اعتماد بکنه؟ آخه پوفیوس، تو خودت یک نظامی را انداختی که هر چی میگی مردم خودت دیگه نمیتونن به اطمینان چی هر چی... مثلا من الان معیارم خود جمهوری اسلامیه، برای که تجربه خبری من داره ثابت میکنه هر چی جمهوری اسلامی میگه 180 درجه عوض کن به نزدیک به واقعیت میرسی. ولی میگم الزاما، ولی عموما اینجوری شده.
من بخشی از اخباری که میخوام ببینم کدومش درسته وای میسم موضع‌گیری مقامات جمهوری اسلامی رو گوش کنم. هر چی که این پوفیوزا میگن 180 درجه مخالفش میکنم، به نزدیک واقعیت میرسم عموما. حالا در جایی هم شاید آدم میبینه نه مثلا حالا استثنایی بوده، ولی عموما داره این اتفاق میفته. بعد این میگه که چطور میشه به آمریکا اطمینان کرد؟ عزیزم مردم، تو میخوای به آمریکا به عنوان دگری، تو به عنوان دگری میگی من چطور میتونم به آمریکا اطمینان کنم؟ من به عنوان بالاخره مردم ایران نمیتونم به توی رژیمی که الان حاکم بر ایرانی اطمینان کنم. نه، من 84 درصد مردم مثل منن، تازه همون 16 درصدش هم به عناوین مختلفی در موضوعات مختلفی به اطمینان ندارم. خب این که مطلب زهر نظر خفشون. یکی میخواست شعار بده، خامنه‌ای نذاشت شعار بده. در زمینه این مسئله جاری فلسطین، به نظر ما تا وقتی که فلسطین به صاحبان خودش برنگرده مشکل غرب آسیا حل نخواهد شد. به نظر ما تا زمانی که جمهوری اسلامی هم پیش بر کار است مشکلات ایران حل نمیشه. یه جمله تاریخی قال امید دانا بگه، دو نفرم در فضای اپوزیسیون و پوزیسیون تا زمانی که زندن هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد از درون. یکی خامنه ایه، تا زمانی که زنده است هیچ تغییر مثبتی در درون جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد شد. یکی هم رضا پهلویه، تا زمانی که زنده است هیچ تغییر مثبتی در درون اپوزیسیون شکل نمیگیره. اینم از من به یادگار داشته باشید. قال امید دانا، اللهم صل علی دانا و آل دانا. الله اصغر، الله اصغر. آرام. اگر 20 سال دیگه 30 سال دیگه هم توتی، اگر 20 سال دیگه 30 سال دیگه چی؟ بگو اینجا مهمه. اگر 20 سال دیگه 30 سال دیگه هم تلاش کنن که این رژیم رو سرپا نگه دارن، که انشالله نمیتوانن هم این کار رو بکنن. آره دقیقا مثل این که گفتی که انشالله نمیتوانن جنگ رو بالای 40 روز ادامه بدن که دادن. قبلا در 15 سال پیش گفتی که اسرائیل احد ملت امت شهید پرور بدانن، اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید. الان بعد 15 سال میگه اگر میتوانن، حالا خودش دیگه یواش یواش نمیتونه ببینه چون در حال مرگه، اگر میتوانن 20 سال دیگه 30 سال دیگه اسرائیل رو نگه دارن، که ایشالله نتوانن. البته همینجا دیگه گفتید سوتی رو دادی، یعنی داره ذهن هواداراش آماده میکنه. آقا ما یه ذری زدیم 25 سال دیگه اسرائیل نابود میشه، سر طوفان و لغزا همه جوگیر شدید، شیرینی پخش کردید، سر کارید. این رژیم صهیونیستی ماندگار است، این واقعیت غرب آسیاست. حالا میخوای باش چجوری کنار بیایی به خودت مربوطه، ولی این واقعیت. من این از زبون خامنه ای خیلی نکته مهمیه که بیرون اومد 20 سال تا 30 سال دیگه. سال دیگه هم اگر 20 سال دیگه 30 سال دیگه هم تلاش کنن که این رژیم رو سرپا نگه دارن، که انشالله نمیتوانن هم این کار رو بکنن. ایشالله ایشالله، چه آهی هم میکشن ایشالله ایشالله. خب مشکل حل نخواهد شد، مشکل اون وقتی حل میشه که فلسطین برگرده به صاحبان خودش، یعنی مردم فلسطینی. یه انگشتی های خامنه ای، بین این دوتا انگشترم میبینی؟ نه انگشت اشاره و انگشت دیگرم به کنار انگشت کوچیکم، یه انگشتیه که انگشتر نداره. این قشنگ میخوای براتون بلند کنم تو بفهم. و تو الان خواب اینو ببینی که فلسطین دیگه کشوری بشه، اینو من به شما قول میدم. فلسطین متعلق به مردم فلسطین است که در بین اونها مسلمان هست، مسیحی هست، یهودی هم هست. فلسطین مال اوناست. به تو چه؟
ایرانی که مال ماست که غصب کردی، الان تو به چیکار به اونا داری؟ فلسطین رو برگردونن به اونا، اونها رژیم خودشون رو، نظام خودشون رو تشکیل بدن، بعد اون نظام تصمیم بگیره که با صهیونیست‌ها چه جوری معامله کنه، بیرونشون کنه، نگهشون داره. هلن که ائتلاف اول کردی که تا 30 سال دیگه اسرائیل هست، خب حالا بقیه اینا آرزواتو بگو، ایراد نداره در مورد آرزوات صحبت کنیم. اینا آرزواته بگو، باش چند ساله؟ 45 سال آرزو داری اسرائیل نباشه، 45 سال هم میگی که فلسطین کشور میشه، این دست از آرزواته دیگه. اوکی باش، تصمیم رو اونا بگیرن. این راه حلیست که چند سال پیش ما این رو اعلام کردیم، در سازمان ملل هم ظاهرا ثبت شد، الان هم رو همین تکیه میکنیم. تو این اتفاق نیفته مسئله منطقه غرب آسیا حل نخواهد شد. بعضی خیال میکنن مسئله غرب آسیا که البته با نابودی تو یه بخشش حل میشه. ببین شما اسرائیل خودش میگه، بذار بگه، برن کشورهای اطراف رو وادار کنن که روابطشون رو با رژیم صهیونیستی عادی کنن، مشکل حل خواهد شد. نه اشتباه میکنن، نه اشتباه نمیکنن، داشت حل میشد دیگه، مشکل داشت حل میشد. اسرائیل با امارات و بحرین و اینا با عربستان هم داشت میریخ رو هم دیگه، اشتباه اونجا شد. تا هنوز برانداز نکردن که تو کم ریختی و اینا. این آقایون حماس البته من اعتقاد دارم که در این یک مورد تو رو یه جورایی غافلگیرت کردن، یه جورایی کارت بازی روسیه شدن. به هر حال حالا ما که اینا همه تحلیله، به هر حال حماس باعث یک جنگی شد و ثابت شد تا زمانی که متوهمین شیعه و جریان متوهمین محور مقاربت وجود دارد، نه زن ایرانی راحت در خیابونای تهران میتونه راه بره. اینا حرفای من نیست متاسفانه، اینا حرفای من واقعا نیست، اینا واقعیتای روی زمینه. تا زمانی که جبهه محور مقاومت باشه، نه زن ایرانی میتونه آسایش در تهران و در اصفهان و در خیابونهای ایران داشته باشه که راه بره. چون زنهای ما راه میرن، شما اینا رو تو کف خیابون میدوزید میندازید. در من گشت ارشاد امروز یه ویدیو از تبریز در اومد و دیدم که زن مردم رو انداختن تو ون گشت ارشاد، 4-5 نفر و 3 تا موتوری که 2 نفره بودن، یعنی 6 تا مأمور با لباس تکاوری و لباس ارتشی و اینا، این ماشین رو اومدن چیز کردن، اسکورت کردن، انگار حالا چه کسی رو گرفتن. یارو قاتل چند نفره، قاتل پلیس مولیس و اینا هستش تو سیستان بلوچستان، با یه پژو معمولی این ور اون ورش میکنن. بعد زن تک و تنها رو در تبریز میان و نزدیک 10 تا مرد، فیلمشو گذاشتم تو تلگرام و در توییترم، نزدیک 10 تا مرد میندازن تو ون گشت ارشاد. پس اینجا واقعیت اینه که تا زمانی که حالا آمریکا، اسرائیل، هر خری دیگه ای، هر خری دیگه ای که اگر سودش در آرامش در غرب آسیا است، من نمیدونم، چون من عمیقا اعتقاد دارم آمریکا هم از این تنش ها داره پول پارو میکنه دیگه، نمیدونم، ولی اونی که اگر واقعا میخواد آروم بشه کل منطقه، الان جمهوری اسلامی داره نشون میده وجود محور مقاومت من نه اجازه میده زن ایرانی و مرد ایرانی در خود ایران سالم و نرمال زندگی کنن، نه اجازه میده شما تو منطقه به سمت توسعه برید. چون تا میخواید به سمت توسعه برید، اینا آقایون پهپادهای شاهد 136 رو راه میندازن و شما رو تهدید میکنن. الان عربستان نمیخواد جنگی باشه، میخواد بره سمت توسعه، نمیخواد با یمن دیگه بجنگه، میخواد توسعه ایجاد کنه. جمهوری اسلامی چون خودش توانایی توسعه ندارد، به دنبال تخریب است. اینا واقعیتای من، هیچ کدوم از اینا هم حرف من نیست، اینا فکتایی است که داره میزنه تو گوشمون، یعنی فکتای جدی است که من سالها تلاش کردم که این فکتا رو، البته به این شکل هم انقدر دیگه اوریان نشده بود، مثلا چند بار ما جنگ هفته، ببین آخه اتفاقاتی که تو این 2 سالم رخ داده، بعضی میگن چی شد انقدر عوض شدی؟ اما من عوض نشدم، من همون مسیرم 23 ساله، ولی لعنتی چند بار اتفاق مهسا امینی در این سطح و لول افتاده بود و چند بار اتفاق 7 اکتبر افتاده بود. ببین دو تا اتفاقی هم افتاده که این دو تا اتفاق واقعا اتفاقات شوخی نیست. ببین من اصلا دارم به خانومم میگم ما چه داستانی داشتیم از زمانی که از استکهلم مهاجرت کردیم، 4 تا اتفاق افتاده که زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داده، که دو تاش حالا مربوط به صحبتمون بود که اشاره کردم. یکیش جنگ اوکراین بود،
یکیش بحث کرونا بود. اصلا کرونا زندگی ما رو به زیر رو کرد توی جزایر قناری، که تا ما اومدیم تو این جزیره جا بیفتیم یه دونه موج کرونا، یه دونه موج بعد جنگ اوکراین شد و قیمت ها تو خود جزیره رفت بالا، یعنی همه جای اروپا قیمت خورد و خوراک و اینا رفت بالا. بعد داستان مهسا امینی و این داستان جنگ غزه هم اتفاق افتاده که اینا زندگی همه ما مردم رو به عناوین مختلف تحت تاثیر قرار داده. بعد یارو به من میگه چی شد عوض شدی؟ عزیزم بزرگترین اتفاقاتی که هر انسان شاید توی دوره متوسط 80 سالش یکی دو بار ببینه، ما در عرض 4 سال 4 تا اتفاق بزرگ دیدیم. ما خود کرونایی که اتفاق افتاد آخرین بار در این سطح و لول 115-120 سال پیش، اونم آنفلانزای اسپانیایی بود که دنیا رو گرفته بود دیگه، 120 سال پیش اتفاق افتاده بود در این سطح، در این لول. یعنی 120 سال اتفاق کرونا رخ نداده بود که مثلا شما فکر کن یه انسانی که بعد از اون اتفاقات به دنیا آمده بود 120 سال پیش، اگه 120 سال هم عمر میکرد نمیتونست یه همچین اتفاق کرونا رو ببینه که ما دیدیم. و 4 تا اتفاق بزرگ افتاده. انتظار داشتی که الان چیکار کنم؟ استراتژی و مسائل و حرفام عوض نشه؟ چیکار کنم؟ ما همش در حال تغییریم، زندگی در حال تغییره دیگه. من 2-3 سال پیش ریش و موی سفید به این شکل نداشتم، الان دارم. انسان همش باید تغییر کنه دیگه. مرسی میکائیل عزیز. بعضی وقتا حرفایی میشنوه آدم پشماش میریزه. فرض کنید کشورهای گوناگون دور و بر، عمدتاً کشورهای عرب، روابطشون رو با رژیم صهیونیستی عادی هم بکنن، به خدا این داره میمیره. این مشکل حل نمی کنه، مشکل رو متوجه میکنه به خود دولت‌های اونا. دوستان یه انرژی داره چرت و پرت میگه دیگه، بیاین یه انرژی به هم دیگه بدیم که یه انرژی منفی براش بفرستیم، تو رو خدا زودتر بمیاد. خدا من سقم توی یه سری چیز سیاهه، من نمیدونم چرا هر چقدر برای این سقم میندازم نمیمیره. یه با هم دیگه چی داره توی اسلام چی دارن اینا؟ تهمت زدن که میشه مباهته، نفرین کردن میشه مباهله. میام یه چیزی اینجا یه زیرسیبیلی از شیعه کمک بگیریم، یه مباهله کنیم ایشون بمیره، واقعا یه نفرینی بکنیم داری میمیره. صهیونیستی عادی هم بکنن، این مشکل حل نمی کنه، مشکل رو متوجه میکنه به خود دولت‌های اونا. باش، یعنی اون دولت‌هایی که بر این جنایات چشم پوشیدند و با وجود یک چنین جنایاتی با اون رژیم دست دوستی دادن، ملت ها به جان خود اون دولت ها خواهند افتاد. حالا ملت خودت وقتی که افتاد به جون خودت، به زودی خواهی دید چه اتفاقاتی میافته. اگر امروز ملت های منطقه علیه رژیم صهیونیستی، اون روز ملت های منطقه علیه دولت های خودشون خواهند بود. مشکل حل نمیشه، باید فلسطین برگرده به فلسطینی ها. امیدواریم. خب باش، حالا اینه که زرزری همه حرفاش هم درسته، داری میگه ملت ها میفتن به جونتون اینا، همش هم درسته. میدونی چرا؟ ما به جز لوات نشان لقب دومش چیه؟ معکوس نشانه دیگه، همه چی رو برعکس میگه. اگه برعکس نگاه کنی این داره میگه که آقای امارات، آقای عربستان، مردم میفتن به جونه، داره غیر مستقیم اینا رو تهدید میکنه. من داره برعکس میگه، چون قرار مردم خودش میفتن به جون خودش و ما در آستانه التهابات اجتماعی هستیم و این التهابات اجتماعی بالاخره سرباز خواهد کرد. بالاخره من میگم یه خیانت بزرگی رو، واقعا شرم‌آوره. من واقعا باید اینجا به پدر آرمیتا گراوند و مادرشون شرم‌آوره که خیانت بزرگی کردن، هم به بچه‌شون هم به ملت ایران. سر آرمیتا گراوند اینا بعد محکم وای میستادن و وای نستادن. نه تنها وای نستادن، کامل کوتاه آمدن. حتی برای تشییع جنازه آرمیتا تصویر با حجاب آرمیتا رو بردن. و از این نظر شما نکنید، مادر نیکا شاکرمی با خاله نیکا شاکرمی محکم وایستادن. تو بعد محکم وایسی که دیدید که بالاخره الان جزئیاتی از این پرونده بالاخره در اومد. درود به شرف پدر و مادر مهسا امینی، درود به شرف خانواده شاکرمی. باید اینجوری وایستاد و اگر این پدر و مادر آرمیتا گراوند محکم وایستاده بودن، ما الان در موج دوم انقلاب زن زندگی آزادی بودیم. ولی حتما این صلاح هست، بالاخره یک جایی این رژیم با این اقداماتی که داره میکنه قطعا موج دوم را میفته، قطعا موج دوم را میفته و به یاری اهورامزدا
یک جایی ما یقه این نظامو خواهیم گرفت، یک جایی دوباره خواهیم گرفت. و من متاسفم که اینا نایستادن و من هر سری یاد پدر مادر آرمیتا گراوند میفتم یه مقدار لجم در میاد که چقدر فضا آماده شده بود برای موجود. اما به هر حال این آدم داره میمیره، صداش هم مشخصه، حالا خودتون باز قضاوت کنید. من البته از فضایی که دارم میبینم فکر نمیکنم این واقعا زیاد بتونه، امیدوارم البته، اینا هم امیدواریه دیگه، امید باید به هم بدیم دیگه. یعنی اینکه ماها بعضی وقتا براندازه میگن براندازه، بعضی وقتا این بچه شیعه ها میگن شما هر سال دعا میکنین بمیره. آره من نمیمیره، آره نمیمیره، ولی یه چیزی این خیلی بده دیگه، ملت یعنی آرزوی مرگ اینو داره، همه دارن آرزو میکنن بمیره، خودش برای شما کردیتی نداره، نشون میده که انقدر شما ظلم و ستم کردی. این خبری که خامنه ای میخواد بمیره برامون جذابیت داره، اصلا بیان کردنش برامون جذابیت داره، انرژی مثبت داره. به هر حال یه انرژی با همدیگه بدیم، شاید این آدم این روزا بمیره و یک شیرینی دور همدیگه پخش کنیم. خدا کنه واقعا به من میترسم که آخرش هم ما بمیریم این هرومزاده باز همچنان زنده باشه به خدا. به هر حال من مرگ اینو ببینم یه لذتی ببرم، چون با مرگ این رژیم خیلی سخت میشه که بتونه خودشو حفظ کنه. یعنی من فکر نکنم جای گزینی داشته باشه. به هر روی